آقای پهلوی خیلی متشکر هستیم که در یک گفتگو با رادیو کوچه شرکت کردید شما. من هم سپاسگزارم. خواهش میکنم. مایل هستم قبل از اینکه بخوام وارد بحث‌های در ارتباط اتفاقات ایران پردازم، نظر شما رو در مورد چند اتفاق که در این روزهای اخیر افتاده بدونم. همونجوری که مطلع هستید، بر اساس توافق استرداد مجرمان بین ایران و عراق، احتمال بازگرداندن اعضای سازمان مجاهدین به ایران میره و حضرت عالی جزو اولین نفراتی بودید که مسئله حمله به کمپ اشرف رو محکوم کردید. با توجه به سیاست دولت امریکا که از سال 2009 کمپ رو تحویل دولت عراق داد و شرایط بلا تکلیف اونها، فکر میکنید که این اتفاق میتونه چه مشکلاتی رو برای اعضای این کمپ به وجود بیاره و اساساً چه سیاستی داره دنبال میشه؟ ابتدا اجازه بدید که درود خودم رو به همیانان عزیزم در داخل و خارج ایران و شنوندگانتون برسونم و مجدداً تشکر کنم از این فرصتی که من دادید برای این گفتگو. ببینید، من نمیتونم جزئیات این که دقیقاً سیاست دولت عراق در حال حاضر در ارتباط با سازمان مجاهدین و حضور تعدادی از رزمندگانشان در خاک عراق با شرایط که الان بیان کردید رو بتونم حدس بزنم یا در واقع اطلاعات خاصی داشته باشم. اما به طور کلی آنچه که میخواستم در این مورد بگم این استش که از دید مسائل مربوط به حق انسانها و حقوق بشریشون به هیچ عنوانی برای هیچ کسی امروز پوشیده نیست، بخصوص همیانانمون، که تحویل دادن هر کسی که در مبارزه علنی و مستقیم با اساس این نظام هستش براشون آنن خطر جدی و حتی خطر مرگ باعث میشه و حتی شکنجه ها و هزار و یک جور گرفتاری که دیده این متاسفانه این نظام همچنان بر علیه همیانانش در تمام این سالها داشته هست. لذا بسیار مهم هستش که دقت کافی در این مورد شده باشه از طرف تمام دولت‌های مربوطه که بدانند که عواقب این کار بسیار وخیم خواهد بود و در نتیجه من فکر می‌کنم که بسیار اثر منفی در افکار عمومی نه تنها جهان بلکه الان خصوص در افکار همیانانمون خواهد داشت. در جایی که مبارزان راه آزادی در تمام کشورهایی که امروز می‌بینیم در صحنه منطقه مشغول هستند، توقع حمایت و پشتیبانی و از همه مهمتر یک نوع حتی محافظت دارند. نمونه شما امروز در لیبی می‌بینیم. این استش که این مسائل اگر با هم تطبیق نده، قطعا نشون دهنده عدم سیاست مشخص خواهد بود و از هرچه بدتر یک نوع هیپوکریزی سیاسی، به خصوص باز برمیگردم به نکته مربوط به اساس رعایت حقوق بشر و حفاظت حقوق طبیعی افراد، حالا از هر نظرگاه فکری و سیاسی بوده باشن یا هستن. ما یک جریانات و تحولاتی رو در منطقه داریم می‌بینیم. اتفاقاتی که در سوریه داره می‌افته، اتفاقاتی که در یمن داره می‌افته و همچنین در دیگر مناطق. آیا فکر می‌کنید اینها پیامی برای جمهوری اسلامی داره به نظر شما؟ من این مسئله رو بیشتر به این مفهوم می‌بینم که یک نسل امروز در سطح جهان داره پدیدار میشه، علل خصوص در منطقه خاورمیانه، که دیگر بیش از این نمیتونه تحمل اوضاع کنونی رو در ارتباط با حکومت‌های استبدادی و یا حکومت‌هایی که آزادی‌های کامل سیاسی به همیهنانشون نمی‌دهند، حالا از یمن بگیرید تا تونس تا لیبی تا سوریه، به هر حال این یک خواسته دیرینه است که امروز به شکل بسیار واضحی بروز داده میشه و حالا از هر ملیتی که میخوان باشند، به هر حال این خواسته آزادی خواهی رو الان در سراسر منطقه میبینیم و فکر میکنم پس از 30 سال عبور و گذشت از زمان جنگ سرد، اما حفظ اوضاع آنطوری که در آن زمان دنیا تقسیم بندی شده بود دیگر قابل توجیه و یا توضیح و یا حتی به هیچ نوع قابل تحمل این کشورها و شهروندانشون نیست. حال مسلماً تأثیر بسزایی سیاست پشتیبانی از این نهضت‌ها خواهد داشت، به مفهوم به قول شما یک نوع علامت دادن به حکومت‌های بسیار خودکامه و سرکوبگر که فکر کنم بالاترین موردش رو در مورد کشور خودمون و با نظام جمهوری اسلامی میتونیم در نظر بگیریم. قطعاً عواقب این تحولات در جهت مثبت بسیار نگران کننده برای سرکردگان نظام تهران هست و خواهد بود.
آیا جمهوری اسلامی به طور خاص ممکنه برای عدم این رخدادها و نزدیک شدن به این حادثه این حکومت‌ها رو کمک بکنه؟ ما در سطح جهانی میشنویم که این اتفاق داره میفته اما قطعیتی وجود نداره. از نظر توریک به نظر شما جمهوری اسلامی این حمایت رو داره انجام میده؟ ممکنه بخواد جستش رو بیاد، اما عملا فکر نمی کنم که اگر از یک مصری امروز بپرسید که آیا واقعا در جهت این که اگر چنانچه نظام جمهوری اسلامی ایران همچین بازی رو بکنه تحت تاثیر قرار بگیرن یا تو اون تله و دام بیفتن. فکر میکنم حواس بسیاری از این افراد علارغم اینکه با حکومت‌های خودشون درگیر هستند به این موضوع نیست معطوف هست، علل خصوص در منطقه‌ای که به ما نزدیکتر هست. بنابراین فکر نمی‌کنم که کسی از بازی‌ها و تاکتیک‌ها و اصولاً متدهایی که رژیم در تمام این سال‌ها استفاده کرده نه فقط به مفهوم ایجاد عدم ثبات و یا به قول معروف انگولک کردن این یا آن کشور تا به حال داشته است و ادامه داده، حالا چه در کابل چه در بغداد و چه در مناطق دیگر من جمله لبنان و فلسطین و همه جای دیگر. حال می‌ماند به اینکه چه مانورهایی رو رژیم تلاش خواهد که انجام بده و در اینجاست که بایستی به نظر من حواس همگان به این مسئله معطوف باشه که یه موقعی در تله نیفتند و در دام نیفتند و مجددا به نوعی اخوال نشند و از طرف دیگر همایشهایی که رژیم در تلاشش هست فکر میکنم در اون حدی باشه که الزاماً بخواد بهره مستقیم ازش بگیره، علاوه خصوص اگر نتیجهش یک حالت لیبرالیزاسیون سیاسی باشه، حالا چه در بحرین چه در یمن چه در کشورهای دیگر. اجازه بفرمایید من نگاه معطوف کنم به بحث خود جمهوری اسلامی و جریاناتی که در ایران اتفاق افتاده. از بعد از اتفاقاتی که در انتخابات ایران در سال 88 به وجود آمده تا کنون گروه‌های مختلفی با مردم همراه شدن، از جمله ما می‌بینیم که این همسویی‌ها به نوعی وارد جریان‌های تازه‌ای در سال جدید یعنی سال 90 داره دیده میشه و داره خودش رو نشون میده. بعضی از گروه‌های بیرون از ایران به بدنه اتفاقات داخل ایران دارن نزدیک میشن. آیا فکر میکنید چیزی که من حالا اگر سریع‌تر بخوام اسمشو بذارم جنبش سبز در ایران پذیرنده این ارتباط به نظر شما بوده یا خیر؟ ببینید بستگی داره به اینکه برخورد تمام نیروهای سیاسی با درک این که ایرانیان سعی کردن در هر فرصتی که میتوانستن حتی در قالب محدودیت‌هایی که نظام باعث شده شرایطی رو پیدا بکنن که به بهانه اون شرایط وارد میدان بشن برای ابراز خواسته هاشون به مفهوم توقع آزادی و حاکمیت و حق رأی، قطعا اگر با این دید نگاه بکنیم نهضتی که به نام جنبش سبز معروف شد به نظر من بسیار فراتر از یک فرض بکنین کمپانی انتخاباتی یک کاندیدای به خصوص بوده، یا لااقل اگر در اون لحظات بوده بسیار زود پس از آن تبدیل به یک نهضت مردمی شد و بنابراین فکر میکنم سمبولیزم این داستان بسیار فراگیرتر از این هست که بخوایم فقط محدودش بکنیم به یک گروه خاص. به هر حال شرایط امروز مملکت با گفتگوهایی که در تمام این مدت با فعالین در صحنه چه کسانی که به شکل اخص با آقایون موسوی و کروبی فعالیت داشتن و به دنبال آن سایر گروه های سیاسی، قطعا میتونم این رو بهتون بگم که در حال حاضر یک نتیجه گیری نسبتا مشخصی به این مفهومی که بالاخره اگر ما بخوایم اساس اصلاح طلبی رو در نظر بگیریم به عنوان یک راهکار برای باز شدن درها در جهت لیبرالیزاسیون سیستم، به نظر من به این نتیجه همگان رسیدن که این بن‌بست دیگه قابل اجتناب نیست و این نظام به هیچ ترتیبی قابل اصلاح نیست، هیچ حرکتی چه به فرم انتخابات یا از طریق قانونگذاران نیست که بتونه کوچکترین حالتی از این نظام و یا قوانینش رو بتونه تغییر بده و بنابراین فکر کنم به گفتمان سکولار یعنی یک آلترناتیو یک نظام دموکراتیک سکولار در مقابل یک حکومت مذهبی تنها راه باقی مانده برای نیروهای آزادی خواه هستش که بتوانند به اون هدف سیاسی خود برسند. حال آیا نیروهای اصلاح طلب دیروز یا لااقل بخشی از نیروهای اصلاح طلب که به این نتیجه رسیدن که اصلاح طلبی دیگر بیمفهوم هست میتونن وصل بشن به سایر نیروهای سکولار؟ دقیقاً مطلبی است که امروز روش داره کار میشه و فکر میکنم زمین این کار روز به روز داره بیشتر فراهم میشه.
اجازه بفرمایید سوالی در ارتباط با گروه های درگیر در ماجرا بپرسم و سریع‌تر در واقع نظر شما رو در ارتباط با طرفدارانتون بدونم. حضرت عالی میدونید که به هر حال ما الان دو رویکرد رو از شما داریم میبینیم، یک رویکرد کاملا دموکراتیک و سکولار برای جریانی که در ایران اتفاق میفته، اما خود شما هم میدونید که تعداد زیادی هستن کسانی که موسوم به سلطنت طلبان، اگر مشخص تر بخوایم صحبت کنیم، شناخته میشن که حضرت عالی رو به عنوان شاهزاده رضا پهلوی میشناسن و معتقد هستن که نظام سلطنتی باید در ایران اعمال بشه. در حقیقت با چیزهایی که ما از شما شنیدیم فراتر از این تاکنون طرح شده از طرف شما، مسئله یک نظام سکولاریستی و مبتنی با رأی مردم، به نظر میرسه یک تفاوت‌های بین این دوتا میشه احساس کرد. آیا شما تا کنون پاسخی برای این گروه از طرفدارانتون داشتین؟ ببینید، اولا من کسی رو اسم طرفدار خودم میگذارم که به عقایدم، اهدافم و نظراتم اعتقاد داشته باشه و از حمایت بکنه. طرفداران این عقیده الزاماً طرفداران نظام پادشاهی نیستن. بسیاری جمهوری خواهان هستند که راهی رو که من ابراز می‌دارم و پیشنهاد می‌کنم رو به عنوان یک هدف و یک برنامه و یک نتیجه قبول دارند. در تنها جایی که اختلاف نظر هست در ماهیتاً شکل نهایی نظام دموکراتیک هستش که طبیعتاً بین جمهوری خواهان که نظام جمهوری رو می‌طلبند در مقابل کسانی که نظام پادشاهی پارلمانی رو می‌خوان در اونجا اختلاف سلیقه هست. اما در محتوایی که می‌خوایم بهش برسیم اختلاف نظر نیست. و کسانی که طرفداران این نظر هستند کسانی هستند که من از زیر خودم طرفداران خودم میدونم. اگر مقصودتون ادعی هستند که برخوردهای غیر دموکراتیک دارند و ادعای این رو دارند که طرفدار این یا نظام هستند، اون بحث دیگری است، اما قطعا نظر من رو تامین نمیکنه و نمیتونم اسم آن دسته ها رو به عنوان کسانی که طرفدار من هستن تلقی بکنم، همونطور که الان بهتون توضیح دادم. به هر حال در ایران تغییرات ایجاد خواهد شد و بنا رو بر این میذاریم که این تغییرات منجر به یک تغییرات بنیادین بشه و شرایطی فراهم بشه که حضرت عالی به ایران برگردید. در بوته نظرخواهی مردم اگر شما رأی نداشته باشید چه برخوردی میکنید؟ ببینید، من تنها رسالتی که برای خودم قائل هستم یک رسالت بیشتر نیست. و آن هم این هستش که کاری بکنم که بتونیم برسیم به شرایطی که بتوانیم در کشورمون به یک فضای باز سیاسی دست پیدا کنیم که در این فضای باز سیاسی بتوانیم انتخابات به مفهوم واقعی آزاد رو انجام بدیم. بحث من همیشه این بوده که آیا تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی سر کار هست شرایط و فضایی که در آن بتوان انتخابات آزاد برگزار هست ممکن هست یا نیست؟ اگر جواب منفی است، پس اجباراً باید فعالیت‌ها و تلاش‌ها تا اون حدی باشه که نظام دیگر در رأس حکومت و قدرت نباشه و در اون شرایط بتونیم به آزادی واقعی دست پیدا بکنیم. و دستور کار از دید خودم برای تمام نیروهای آزادیخواه قبل از هر چیزی همسویی و همکاری برای این مهم هست که اصولاً حضور جمهوری اسلامی که مانع اصلی پیشرفت کار و سد راه آزادی و دموکراسی است رو از میان برداریم و بتوانیم آن وقت در اون فضای باز سیاسی آینده مملکت رو بسپریم به دست نمایندگان منتخب مردم، که این نمایندگان منتخب در اولین برخوردشون تشکیل مجلس مؤسسانی است که به قانون اساسی آینده کشور خواهد پرداخت، مسئله محتوای نظام، میزان تقسیم بندی قدرت، شکل نهایی نظام و خیلی مسائل دیگر را مطرح خواهد کرد و نهایتا آنچه که مردم ایران در آن زمان تصمیم خواهند گرفت، من جمله تعیین شدن شکل نظام، فرای محتواش، تعیین کننده آینده سیاسی و نوع سیستم سیاسی کشور خواهد بود. تازه اون موقع است که اگر قرار شد که فراتر از رسالت امروزی من که در زمانی که تحلیل رایمندگان مردم داده خواهد شد از دید خودم پایان وظایف امروزی یک مبارزی مثل من هست، در اون زمان مطرح خواهد بود که آیا فلان کس رو میخوان به یک نوعی به یک شکلی یک مسئولیتی داشته باشه یا نه یه شهروند عادی خواهد شد در مملکت. بنابراین مثلا در این مرحله این مسئله رو نه موضوع خاصی میدونم، مهم این هستش که همگان درک کنن که من نیتم چیست و چه رسالتی برای خودم در این مرحله میبینم و چه وظیفه‌ای در ارتباط با این رسالت رو سعی میکنم که به بهتری بچه ممکن و با هر امکانی که دارم انجام بدم.
در داخل نظام چند روز گذشته مسئله تنشی مطرح شده بین رهبری نظام و رئیس جمهوری اسلامی. برخی معتقدن این تنش میتونه خیلی کارگشا باشه در تغییرات در ایران. آیا شما فکر میکنید این تنش‌ها در سطح بالای در جمهوری اسلامی به واقع تنش‌های مؤثره یا نه؟ فکر میکنید مردم باید در این همایش و هماندیشی به مسیری ادامه بدن که منجر به تغییر در نظام خواهد شد؟ ببینید، بازی این اصلاحات و یک کاندیدای به اصطلاح معتدل‌تر از دیگری رو از زمان خاتمی ما دیدیم، آخرش هم هر بار دیدیم که فایده نداشته، برای که اساساً هر بار مردم فکر کردن که شاید از طریق انتخابات یا آدم نرمتر در صحنه اومدن یه ذره به اهدافشون نزدیکتر میشن، دیدیم که نه تنها فایده نداشت بلکه اتفاقا از نظر سرکوب و از نظر خفقان بیشتر و بیشتر این وضعیت ادامه داشته. و دلیل نمیبینم که با توجه به آشنایی و آگاهی که از ذات این نظام و اصلا دلیل موجودیش اگه درست دقت بکنیم متوجه بشیم با یه فرهنگ خودی و ناخودی و برخوردهای شدید با مملکت، این نوع به اصطلاح مانورهای کوزمتیک اتفاقا بتونه یک شرایط جدیدتری رو فراهم بکنه. من فکر کنم علائمی از گسستگی نظام که دیگر حتی یک استراتژی حکومتی رو نمیتونه ارائه بده و یک جوری داره خودش رو حفظ میکنه با این تلاطم، بلکه یک شانسی بیاره و باز دوباره حواسها رو به چیز دیگری معطوف بکنه یا کل منطقه رو طوری آبستن حوادث بکنه که مثلا فرض بکنید با دستیابی به سلاح کشتار جمعی بتوانند تحت پوشش این حالت تهدیدی وضعیت حکومت خودشون رو در منطقه یک جوری تثبیت بکنند. راه این نظام به کلی از راه مردم ایران جداست. ما نبایستی بار دیگر و برای مرتبه سوم در یک شرایط اخفال شده قرار بگیریم، بعد بگیم که این بار باز نظام به ما حقه زد. دیگه چند دفعه میخوایم این راه امتحان بکنیم؟ به خصوص که نظام هر روز با موقعیت بسیار مشکلتری روبروست. مسئله فقط سرکوب نیست. شما وضع اقتصادی مملکت رو الان ببینید کجاست. ببینید که تا چه حد این نظام میتونه در تمام موارد در اون شکلی که میخواد، اگر درآمدی که الان در اختیارش هست کمتر بشه، بتونه اصلا رو پای خودش بایسته. در واقع چیزی که میخوام بهتون بگم این هستش که این بسیار فرصت کلیدی است برای اینکه مثل خیلی کشورهایی که حکومت‌هاشون داره متزلزل میشه، در مورد ایران هم میتونه صادق باشه. اما خب سلما ما با کشوری سر کار داریم که از هر کشور دیگری در منطقه که صحبتش هست کشور بسیار با سابقه تاریخی بیشتری هست، بسیار کشور مرکب و از نظر سیاسی کثرت‌گرایی است. به همین دلیل بایستی ما بتوانیم یک همایش همسو و هماهنگی بین تمام نیروهای آزادی خواه که الزاماً از نظر سلیقه از یک نوع عقیده نیستن، اما با یک هدف بسیار کلی‌تر به مفهوم یک هدف ملی، یک هدف مشترک در ارتباط فرض بکنید حق انتخابات آزاد، مسئله حقوق بشر، مسئله واقعا حاکمیت مردم، چیزی که نظام به هیچ وجه جوابگوش نیست، در اون مورد بتوانیم یک بستر همبستگی داشته باشیم برای مقابله مشترک در مقابله نظام. به هر حال من بارها این رو گفتم، باز تکرار میکنم، تنها راهی که برای ایران میبینم که از این مخمصه و وضعیتی که داره چه از دلیل اقتصادی چه به دلایل سیاسی و به طور کلی برای بازگشت به شاهرگ ترقی و پیشرفت و مدرنیته، با یه حکومت قرون وسطایی سرکوبگر به هیچ وجه نمیتونه در ادامهش به جایی برسه. ما بایستی از نظام جمهوری اسلامی عبور بکنیم. ما بایستی دقیقاً آلترناتیو یا گزینه یا بدیل به این نظام رو درست مشخص بیان بکنیم. مثل 30 سال پیش انقلابیون نیان بگن فعلا این رژیم بره، بعد ببینیم چی میشه. این بار دقیقاً به مردم ایران توضیح بکنیم که چرا این رژیم خوب نیست و چرا اون رژیمی که صحبتشو میکنیم بهتر هست و اون عامل راهگشا و کلید حل مشکلات جامعه خواهد بود، هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت. فکر میکنم نظام جمهوری اسلامی کاملا به این مسئله آگاه هست و تمام مانورهایی که داره میده به نوعی بازی کردن با یا احساسات مردم هست، مثلا سر مسئله که الان برمیگردیم به بحث بین ایرانیت و اسلامیت و به نوعی میخوان اداشو در بیارن بدون که الزاماً اعتقادی بهش داشته باشن، که بلکه باز مردم رو به نوعی سرگرم و مشغول بکنن یا گمراه بکنن. باز میگم باز حواسمون جمع باشه دیگه، جنس نظام همه فهمیدن چی هست، به هیچ عنوانی نمیشه به حرفشون به کوچکترین گفتشون اعتماد بکنیم. مهم این هستش که با هدفی که داریم بتونیم یک مقاومت مشترک تا سرحد سرنگونی نظام داشته باشیم. بدنه نظام از بخش از مردم تشکیل شده و این بخش آدم هایی هستن که به نوعی
در سپاه هستند، در دستگاه های دولتی قرار می گیرند، آدم هایی که به نوعی یک ارتباط نزدیک با نظام پیدا می کنند که ممکنه حتی طرفدار نظام نباشند، اما اون گروه ترس دارن از تغییر. ما در سال 57 دیدیم کسانی که حتی احتمال ارتباطش با رژیم گذشته وجود داشت اعدام شد، و امروز این در پشت سر این ترس وجود داره که اگر قرار باشه از نظام جمهوری اسلامی کسی عبور کنه، پشتش خونریزی و پشتش جنگ خواهد بود و پشتش درگیری. چه پاسخی برای این گروه دارید شما؟ این نظام و عواملی که تشکیل دهندش هستن این فلسفه رو دارن. مگه در نظام پیشین به طور کلی کشت و کشتار تمام مخالفین شده بود که کار به اینجا کشید؟ ابدا. اتفاقا خیلی از اون افراد میگن که چون کشته نشدیم و بودیم و دست به این انقلاب زدیم، نتیجه شد که اینا اومدن سر کار. بعدا در واقع دارم به تو میگم که من بارها این رو گفتم که به هیچ عنوانی نبایستی افرادی که در نظام گیر کرده فکر کنن که آتیه‌ای نخواهند داشت. مسلماً باید در نظر بگیریم که مثلا عوامل انتظامی نظام نباید فکر کنن که اگه این نظام فرو بپاشه اون هم باید با این نظام غرق بشن و برن پایین. نه، میتونن آینده خودشون رو در ایران داشته باشن. به فرم‌های مختلف بایستی این برنامه‌ریزی رو مسلماً انجام داد و در نظر گرفت. ما نمیتونیم به آینده با ثباتی برسیم مگر بخش عظیمی از کسانی که در همین نظام گیر کردن جزوی از راه حل در آینده باشن. ما نخواهیم تونست به این آزادی واقعی برسیم مگر اینکه شریک جرم ما در این مرحله نیروهایی باشند که امروز تکلیف خودشون رو با ملت به این شکل روشن میکنند که طرف مردم رو خواهند گرفت و نه طرف نظام رو. آشتی ملی و عفو عمومی یکی از پروسسوسایی است که مثلا در مورد افریقای جنوبی میتونیم مثال بزنیم که کمک زیادی کرد به اینکه به آینده باثباتی برسن. مسلما رژیم به عوامل خودش میگه فکر نکنید که شما به سر در خواهید رفت، ناچاری تا ابدش با ما وایسی. خب این دروغ محضه، این دروغ محضی است که نظام میگه و نباید تو این تله به هیچ عنوان افتاد. من فکر کنم راه ایران فقط یک حداقل افرادی که در رأس کار قرار گرفتن رو مورد نظر قرار میگیره، اونم نه با کشت و کشتار، از یک پروسسوس قانونی. ولی اکثریت این نیروها که شامل این تقصیرها و گناهها و دستورات سرکوب نظام که نیستن، نباید فکر بکنن که چون این نظام در رأسش این اقداماتو کرده همشون در واقع گناهکارن و از جانب مردم ایران طرد شده. به نظر من این طرز تفکر قطعا یه طرز تفکر پخته و مدرنی نیست. ما بایستی از خود مردم بخوایم که در این گذره به دموکراسی اون منش بردباری، تحمل، بخشش و گذشت رو داشته باشد، برای اینکه ارزش اون آزادی که به دست میاریم صد مقابل از یک فضای اختناق بهتر خواهد بود که اگه بخواد این وضع ادامه داشته باشه بسیار هزینهش گرونتره برای مملکت. آیا فکر میکنین الیت جریان بر حال جنبش ایران، آیا همه اونها معتقد به این هستند؟ واقعا اونها به این باور رسیدند که باید آدم ها در بدنه نظام از یک امنیت نسبی برخوردار باشن؟ ببینید این سوال رو واقعا باید از خودشون پرسید. من هاچی که به تو میگم راهکارهایی که نشون داده که در پایان بسیاری از حکومت های زبد یا سرکوبگر یا حتی توتالیتر نمونه شو در نظام هایی که تحت شعای به اصطلاح قمر شوروی بودن، تعداد بسیاری از کشورهای بلوک شرق رو میخوام براتون مثال بزنم، مثل فرض کنید جمهوری چک، مثل لهستان، مثل مجارستان و خیلی کشورهای دیگر، پس از عصر شوروی و از همپاشیدگی اون کشور دیدیم که بسیاری از این کشورها توانستن و خودشون رو تطبیق بدن به جهان آزاد و در واقع وصل بشن به جهان آزاد وقتی از پشت دیوار آهنین نجات پیدا کردن. آلمان شرقی و غربی رو به عنوان مثال میتونیم بگیم. و بسیاری کسانی که در اون زمان جزو رژیم های اون زمان بودن، به هر حال مگر اینکه واقعا مرتکب یک جرم خاص شده باشند، خیلی از اون پرسنل اون حکومت ها راه خودشون رو پیدا کردن به هر حال به جوامع باز و به هیچ طریقی عقب نموندن یا با اون حکومت فرو نرفتن. از این نمونه بهتر چه میتونم بهتون بگم که به هر حال مسلما تفکرشون عوض شد و آخرش میدونستن که بایستی جوابگوی مردم خودشون باشن، نه جوابگوی حکومت های سابقشون. این تصمیمی است که بایستی بگیرن، این راهکاریش که باید تشخیص بدن که آیا میخوان وقتی که کلاه خودشون رو قاضی میکنن، وقتی با وجدان خودشون روبرو میشن، که آیا واقعا ادامه این وضع قابل توجیه هست
آیا واقعا اعتقادات ایدولوژیکشون به آنچه که وعده این به اصطلاح انقلاب بود آن چیزی که واقعا میخواستن، نتیجهش رو که امروز میبینن، آیا این به نفع مردم ایران بوده؟ آیا کشور ما ترقی کرده؟ آیا اقتصاد ما بیشتر بهتر شده؟ آیا سطح درآمد و زندگی مردم بالا رفته؟ خب اینا رو باید از خودشون بپرسن. اگه فقط میخوان به قول معروف مملکت رو بچاپن و اصلا اهمیتی به مردم ایران نه، خب طبیعیه جواب بنده همون جوابی است که حد میزنید، اهمیت نمیدن. خب بعضی ها ممکنه اینجوری باشن، ولی از دید من در اقلیت هستن نه در اکثریت. سوال بعضی از شنونده های رادیو کوچه رو از خدمتتون میپرسم. خیلی معتقدن انقلاب سال 57 در ایران ناشی از تغییرات اقتصادی یا تصمیمات اقتصادی در خارج از کشور و خارج از حدود نظر مردم بوده و یا رهبرانی که در اون زمان اعلام میشده. برخی استناد میکنم به مسئله مطرح شده در کنفرانس گوادالوپ یا دیگر چیزهایی که رخ داده. امروز هم بسیاری این ترس رو دارن که شاید این تصمیم گیری باید بیرون رخ بده تا این اتفاق به وجود بیاد. آیا شما فکر میکنید تغییرات در ایران نیاز به یک تصمیم گیری در خارج از جامعه ایرانی داره؟ شما در اصل دارید اون فرهنگ توهم و توته و تفکر دایجان ناپولونی رو در واقع بهش اشاره میکنید. من هیچ وقت اعتقاد نداشتم که، و منکر البته این نیستم که سیاست جهانی تاثیرگذار هست در شرایطی که در یک کشور اتفاق میفته، من جمله نکته که شما بهش اشاره کردید در این که دخالتی از خارج در مورد تغییراتی که در ایران رخ داد 32 سال پیش هیچ بحثی نداریم. اما آیا این به مفهوم این هستش که جامعه ایران تا ابد باستی به عنوان یه عده تماشاچی پاسیف فقط در انتظار یک معجزه باشن که اگر این اتفاق در دنیا افتاد یا فلان کشور یا فلان قدرت اقتصادی این تصمیم رو گرفت آینده ایران رو به اون شکل ترسیم میکنن؟ یا یعنی که ما باید با این طرز تفکر بریم جلو که علارغم اینکه میدانیم در جهان منافع کشورها و دولتها در کار هست، در کجاست که ما میتونیم به حداکثر خواستهامون برسیم و در جایی که اختلاف نظری هست شرایط رو طوری داشته باشیم که حداقل تأثیر و یا تحمیل یک شرایطی رو بتونن به ما بکنن با داشتن یک نظام درستی که با یک تلنگر نتونن اینها به قول معروف تکون بدن یا از هم بریزن. من تنها چیزی که میتونم بگم بهتون این هستش که دلیلی نمیبینم که تغییراتی که ایرانیان امروز میطلبند در جهت خلاف منافع کشورهای صنعتی باشه. اگه به نفعشون خیلی نباشه به ضررشون به هر حال نیست. حالا آیا دخالتی خواهند داشت نخواهند داشت کار ما رو آسان‌تر خواهند کرد یا مشکل‌تر در ارتباط این که آیا حمایت خواهند کرد یا نخواهند کرد از این خواسته، سوالی است که در عمل باهاش مواجه خواهیم بود. اما ابتدا به ساکن اگه فکر بکنیم که همینجوری ما بایستی اجباراً دست رو دست بگذاریم که بلکه جهانیان برای ما تصمیم بگیرن، که اصلا واسه چی این حرفا رو داریم میذاریم؟ خب همه بریم پی کارمون و هیچ وقت برای خودمون حقی و یا نظری قائل نباشیم و قول معروف وا بدیم و فکر کنیم همه چیز رو دیگران واسه برای ما تعیین بکنن. خب اون طرز فکر که اصلا قابل بحث نیست. مثلا این طرز تفکر اصلا نمیتونم درک بکنم. نه، من برای این مبنا پیش میرم که خواسته مردم ایران همونطور که خواسته یک بحرینی یا یک مصری یا یک تونسی امروز بیشتر و بیشتر توجه جهان رو جلب کرده که این خواسته ها رو دیگه نمیشه به قول معروف زیرسیبیلی در کرد و مجبورن بهش اهمیت بدن، در هر محاسبه اقتصادی سیاسی که دارن میدونن که اگر امروز توجه به این خواسته های منطقی نکنن در دراز مدت براشون بسیار گرون تمام خواهد شد و هزینه های بسیار بیشتری از هر منفعت کوتاه مدتی که از نظر بیزنسی یا اقتصادی ممکنه ببرن متوجهشون خواهد شد. این رو من احساس میکنم در صحبت هایی که با بسیاری از این شخصیت های چه بخش خصوصی چه بخش دولتی کشورهای غربی علاوه خصوص کشورهای کلیدی داشتم در این سالهای اخیر. اگر فرض کنیم که جریانات اتفاقی که در کشور داره میفته به هر حال رخدادهایی که با هزینه بسیار سنگینی هم به پیش داری میده، شما چه پیامی برای دیگر فعالان دارید؟ یعنی فرمولی که من همیشه پیشنهاد کردم به هممیهنانم که مبارزه ما با حداقل هزینه ممکن از نظر جانی و مادی باشه برمیگرده به یه روند مبارزه بدور از خشونت بر مبنای در واقع نافرمانی مدنی. این متدی است که به نظر من امروز در همه جا اتخاذ میشه. البته در هر کشوری شرایط و بنابراین تاکتیک های مصرف شده متفاوت هستند بنا به شرایط عینی هر کشور، و عملا دیدیم که بیشتر همیهنانمون
در این راستا از این گونه تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها استفاده کردن. مسئله مهم به نظر من در اون بخشی است که بایستی جامعه ما امروز بتونه خودش رو متکی به یک آلترناتیو ببینه، یعنی در واقع یک مکانیزم معرف این خواسته ها و نظرات و برنامه ها بایستی به نوعی در صحنه به شکل ملموس ظاهر باشه تا همیهنانمون بهتر بتوانند خودشون رو با این برنامه ها تطبیق بدن یا یه مرکز وحد شدن پیدا بکنن. به خصوص مقصودم نیروهای مبارز داخلی است که مسلمه که در شرایط آنی کشور هیچ نوع ساختار یا تشکلی که بتونه معرف این خواست ها و این هدف ها باشه و رژیم به هیچ گونه امکان موجودیتی بهش نخواهد داشت و شاید لازم باشه که در ابتدا در خارج از کشور چنین مجمعی به وجود بیاد که کلیه نیروهای سیاسی درش حضور داشته باشند در جایی که با هم هماهنگ و هم فکری میتونن داشته باشند و به این طریق بتونیم هدایت این برنامه ها و رساندنش به مرحله موفقیت نهایی رو ادامه بدیم تا زمان انتقال این نیروها به داخل خود کشور. و این مسئله اساسا هماهنگی است و استراتژی مبارزاتی که بایستی فعالین در صحنه به خصوص مسئولین ساختارها و سازمانها یا احزابی که در داخل و خارج از کشور فعال هستن بتونن بهتر این مسئله رو با هم هماهنگ بکنن و روی یک پلتفرم مشترکی یک توافق اساسی بتونن بکنن تا بتوانن اون وقت با یک تقسیم بندی کار درست وضعیت رو در داخل و خارج کشور درست پیش ببرن، ارتباط ایرانیان رو با خارج دنیا امکان پذیر بکنن، با یک جمع یک صدا به سراغ این یا آن دولت بروند برای تمام خواستهایی که داریم. وگرنه فکر میکنم که دنیا از خداشه که بتونه وارد یک دیالوگ بشه با نیروهای آزادی خواه. اما سوال همیشگیش این بود که ما نمی‌دونیم با کی باید صحبت بکنیم، برای که اپوزیسیون هرگز نتونسته تا به امروز خودش رو به شکل متشکل و یا یک اپوزیسیون واحدی ارائه بده. واحد نه به مفهومی که همه حتما دارای اون یک ایدئولوژی و عقیده باشن، اما در یک هدف مشترک بتونن بیانگر یک پلتفرم مشترک باشن. اگه ما از این صد عبور نکنیم، نه به مردممون کمکی کردیم، نه به این وضع آشفته‌ای که در اذهان عمومی هست، یعنی که راه حل ایران بنابراین چیست. این جزء اولویت کار هست و بیشترین دغدغه‌ای که لااقل خود من از صبح تا شام درگیرش هستم، همراه با همیهنانی که در این مورد فعال هستند در بخش‌های مختلف درون و خارج از کشور و سازمان‌ها و ساختارهای فکری و سیاسی. از حضور شما در استودیوی کوچه خیلی متشکر هستیم و امیدوار هستیم که در اتفاقات بعدی بیشتر از نظرات حضرت عالی مطلع بشیم. خیلی متشکر هستم.